که های گویای مشعل تقدیم می‌کند صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز بخش 16 مردانی که در کاروبار عشق مهارت داشتند و در سراسر سر جهان تجربیات عشقی به دست آورده بودند می‌گفتند هرگز آنچنان از استراب زجر نکشیده اند استرابی که بوی عادی رمدیوس خوشگله تولید میکرد. در ایوان گلهای بگونیا در سالن و در هر جای خانه توانستند به دقت تعیین کنند که او از آنجا گذشته است و از عبورش چه مدت سپری شده است اثری واضح و اشتباه ناپذیر بود که هیچ یک از افراد خانواده قادر به تشخیصش نبود چون بوی او مدت ها بود که با سایر بوهای روزانه مخلوط شده بود ولی بویی بود که خارجیان بلافاصله متوجهش می شدند. در نتیجه فقط آنها فهمیدند که فرمانده جوان گارد چرا از عشق مرده بود و آن اشرافزاده ای که از سرزمین های دور دست آمده بود به چه دلیل با آن وضع رقت بار افتاده بود رمدیوس خوشکله که از محیط آشوب کننده که در آن حرکت میکرد بیخبر بود از تحمل ناپذیری که عبورش به وجود می آورد اطلاع بود و بدون هیچ کنه منظوری با مردها به طور عادی رفتار میکرد و عاقبت با مهربانی های معصومانش آنها را منقلب می ساخت. هنگامی که ارسلا موفق شد او را وادار به اطاعت کند و از آن پس با آمارانتا دور از چشم بیگانگان در آشپزخانه غذا بخورد احساس راحتی بیشتری میکرد چون او به هر حال بویی از انضباط نبرده بود برایش فرق نمیکرد کجا غذا بخورد آن هم در هر ساعت و وقتی که اشتهایش میکشید گاهی اوقات ساعت سه بعد از نیمه شب بلند میشد تا غذا بخورد و بعد تمام روز را میخوابید و چندین ماه را با ساعت به هم ریخته میگذراند تا اینکه حادثه ای اتفاقی بار دیگر او را به نظم عادی برگرداند وقتی جریان عادی بود ساعت یازده صبح بلند میشد و لخت مادرزاد دو ساعت در حمام را به روی خود میبست و همونطور که اغربها را میکشت از خواب عمیق و طولانیش بیدار میشد بعد با سطلی از حوزشه حمام به روی خود آب می ریخت. همام گرفتنش چنان طولانی و دقیق و تشریفاتی بود که اگر کسی به اخلاقش آشنایی نداشت تصور می کرد و بدن خود را می پرستد. ولی برای او آن مراسم شخصی فاقد هر گونه شهوت بود و صرفا وسیله ساده ای برای دفع الوقت بود تا گرسنگی بر او غلبه کند یک روز وقتی شستن خود را آغاز کرده بود بیگانه ای یکی از کاشی های سقف حمام را از جای برداشت و از دیدن نمایش فوقلاده برهنگی او نفس در سینهش حبس شد. رمدیس خوشکل از میان کاشی های شکسته سقف نگاه نامیدانی به او انداخت. ولی بدون اینکه واکنشی از خجالت بروز دهد دست پاشه شد و گفت مواظب باشید ممکنه بیفتید پایین. بیگانه زمزمه کرد فقط میخواستم شما رو ببینم او گفت آه بسیار خوب ولی مواظب باشید کاشیا پوسیدند چرا یه مرد خارجی از حیرت حالت دردناکی به خود گرفته بود گویی در جلالی خاموش با غریزه بدوی خود دست به گریبان است تا آن سراب را محو نکند رمدیوس خوشکله به تصور اینکه مرد از وحشت شکستن کاشیها آنطور زجر میکشد با عجل خود را شست تا او را از خطر سقوط نجات دهد همانطور که روی خود آب می به مرد گفت که خیلی بد است که تاق حمام به آن وضع افتاده و او ممکن است که به خاطر آن برگهای پوسید از باران است که حمام پر از اغرب شده است مرد بیگانه حرفایی او را به حساب خوش اخلاقی و ادب او گذاشت و از این رو وقتی او به صابون زدن بدن خود پرداخت وسوسه بر او غلبه کرد و قدمی جلوتر رفت زمزمه گفت بگذارید من به شما صابون بمالم رمیدیوس خوشگله گفت خیلی از شما ممنونم ولی دستای خودم کافیه مرد بیگانه التماس کنن گفت پس بذارید پشتتون صابون بزنم او گفت چه کار احمقانه ایه. من هرگز ندیدم کسی پشت خود رو صابون بزنه بعد وقتی داشت خود را خشک می کرده. مرد با چشمان عشق بار به او التماس کرد تا با او عروسی کند و او با صداقت جواب داد که هرگز حاضر نیست زن کسی بشود که از شدت حماقت یک ساعت از وقت خود را هدر داده است و حتی از غذا خوردن صرف نظر کرده است تا فقط استهمام زنی را تماشا کند عاقبت وقتی پیراهن گشاد خود را به سر میانداخت مرد تصدیق کرد که درست همانطور که همه تصور می کردند او در زیر آن پیراهن چیزی نمی پوشد. حس کرد که آهن گداخته آن راز تا ابد به روی او علامتی گذاشت. آن وقت دو کاشی دیگر هم از روی سقف برداشت تا بتواند به درون حمام بپرد. رمدیوس خوشکل وحشت داده به مرد اختار کرد که اتفاق خیلی زیاده خودتونو به کشتن میدید. کاشی های پوسیده با وضع فجیع خورد شد و مرد فقط توانست فریادی از وحشت بکشد. جمجمش روی سیمان کف حمام خورد شد و جا به جا مرد. خارجیانی که از اتاق نهار خوری صدای او را شنیدند و خود را با عجله به آنجا رساندند تا جسد او را بیرون بکشند از روی پوست جسد بوی گیج کننده رمدیوس خوشگله به مشامشان خورد آن عطر چنان عمیق در جسد نفوذ کرده بود که از شکاف جمجمش خون نمی آمد بلکه مایعی روغنی به رنگ انبر و آغشته به آن عطر مرموز از آن جاری بود آن وقت فهمیدند که بوی رمدیوس خوشگله مرد را حتی تا ما ورای مرگ تا وقتی استخانهشان خاک شود شکنجه می دهد. با این حال این راز وحشتناک را به دو نفر دیگری که به خاطر رومیدیوس خوشکل جان از کف داده بودند ربط ندادند هنوز یک قربانی دیگر لازم بود تا بیگانگان و عده زیادی از اهالی قدیم ماکندو به این افسانه متقاعد شوند که رمدوس بوئندیا به جای نفس عشق مایه روغنی مرگ باری از خود میتراود چند ماه بعد بعد از ظهر روزی هنگامی که رمدیوس خوشگله و چند تن از دوستانش به تماشای کشزارها رفته بودند فرصت اثبات این قضیه پیش آمد برای اهالی ماکوندو، گردش کردن در آن خیابانهای بی انتها و مرتوب که در دو طرفش درخت موز کاشته شده بود تفریح جدیدی بود گویی سکوت از محل دور دستی به آنجا آمده بود و چنان تازه بود که صدای بشر هنوز نمی توانست در نفوذ کند گاهی اوقات آنجا از فاصله نیم متری قابل فهم نبود از انتهای دیگر کشزار زار به خوبی شنیده می شد برای دخترهای ماکندو آن بازی جدید پر از خنده و وحشت و مسخرگی بود و شب انگام از گردش خود چونن صحبت می کردند که انگار هر چه دیدن در خواب بوده است شهرت این سکوت چنان بود که ارسلا دلش نیومد آن تفریح را از رمدیوس خوشگل دقیق بدارد و اجازه داد یک روز بعد از ظهر با دوستانش به آنجا برود البته به شرط اینکه لباس مرتبی بپوشد و کلاهی بر سر بگذارد همین که گروه دخترها به کشزار رسید هوا به عطری کشنده آلوده شد کارگرانی که مشغول کار بودند تهس کردند جادوی عجیب سحرشان کرده است و خطری نامد تهدیدشان می کند. ادعی بغزشان ترکیت و گریه کردند. رمدیاس خوشکله و دوستان وحش از از دست یک اده مرد وحشی که بانها هم حمله شده بودند گریختند و به خانه در در نزدیکی پناهنده شدند. اندکی بعد چهار نفر از آورالیا نوها که صلیب خاکسترشان همچون علامتی مذهبی و مهری شکست ناپذیر احترامی مقدس هونه را برمی انگیخت آنها را نجات دادند رمدیس خوشکل به هیچ کس نگفت که یکی از آن مردها آشفتگی اوزا را قنیمت شمرده بود و موفق شده بود به شکم او دست بزند دستی که بیشتر به پنجه اقابی شباهت داشت که خود را به لبه پردگاهی می یک آن نگاه او با نگاه مرد تلاقی کرد و دیدگان نومید مرد مانند رحم و شفقتی گداخته روی قلب او حک شد. همان شب مرد در خیابان تورکا از سعادت و گستاخی خود سخن گفت و بر خود بالید. اما چند دقیقه بعد سم اسبی سینه اش را سوراخ کرد و گروهی از خارجیان او را دیدند که در استفراغ خونالودش جان کند و غرق شد فرضیه این که رمدیوس خوشگله زمام مرگ را در دست دارد با چهار حادثه انکارناپذیر ثابت شده بود گرچه دی از مردها که فقط اهل حرف بودند میگفتند می, گفتند می عرضد که کسی جان خود را فدای یک شب عشق بازی با چنین زنی بکند ولی در حقیقت هیچ کس جرأت نکرده برای به حقیقت پیوستن این آرزو قدمی پیش بگذارد شاید نه به خاطر تصاحب او بلکه برای خونسا کردن خطرش فقط حسی بدوی و ساده مثل عشق کافی بود ولی عشق تنها چیزی بود که هرگز به فکر هیچ کس نرسید ارسولا از مراقبت او دست برداشت در گذشته وقتی هنوز از آماده کردن او برای یک زندگی دنیوی عادی منصرف نشده بود سعی کرد او را به کارهای خانه علاق سازد و او می گفت مردا خیلی بیش از اون که تصور می کنی از یه زن انتظار دارن یه عالم آشپزی یه عالم جارو کشی یه عالم زرز کشیدن برای چیزهای کوچک و مزخرف وجود داره که تو حتی تصورش نمیتونی بکنی با باطنن خود را گول میزد او فقط سعی داشت رمدیوس خوشگله را برای سعادت خانگی تربیت کند چون معتقد بود که بر کره ارز مردی نیست که پس از ارزای شهوت خود ولو یک روز هم شده بتواند آن همه سهلنگاری انگاری را تحمل کند تولد آخرین خوز آرکای دو و اراده راسخ او به اینکه او را برای پاپ شدن تربیت کند عاقبت باعث شد که از مراقبت کردن نتیجه خود دست بکشد نگران او نشود او را به امان سرنوشت خود رها کرد امیدوار بود دیر یا زود معجزه ای رخ دهد و در این جهان مردی پیدا شود که آنقدر سهلنگار باشد که بتواند او را تحمل کند امارانتا از مدت ها قبل از هر گونه سعی و کوشش برای تربیت او دست جسته بود از زمان بعد از ظهرهای فراموش شده اتاق خیاطی انگامی که نوه برادرش دسته چرخ خیاطی را برای او میچرخاند به این نتیجه رسیده بود که مغز او رشد نکرده است و دختر ابلهی است از بیاعتنایی او نسبت به مصاحبت مردها حیرت میکرد و میگفت به نظرم مجبور خواهیم شد به حراج بذاریم بعدا وقتی اورسولا رمدیوس خوشگله را مجبور میساخت تا چهره خود را با شال بپوشاند و به مراسم نماز برود آمارانتا فکر کرده که آن آرایش اسرارآمیز چنان تحریک کننده است که حتما به زودی مردی پیدا خواهد شده تا از روی کنجکاوی هم که شده با صبر و حوصله در جستجوی نقطه ضعفی در قلب او قدم به پیش بگذارد ولی وقتی که دید رامدیوس خوشکله با چه وضع احمقانه ای مردی را که از بسیاری جهات از یک شاهزاده هم شایسته تر بود رد کرده امیدش مبدل به یعس شد فرناندو حتی سعی نمی کرد او را درک کند وقتی در آن کارناوال خونین رامدیوس خوشگله را ملبس به لباس ملکه دید فکر کرد او موجود فوقلاده است ولی بعد وقتی متوجه شد که با دست غذا می خورده و قادر نیست جوابی بدهد که در ساده لوحی معجزه نباشد و از تنها چیزی که شکایت کرد این بود که ابله در خانواده زیاده از حد زنده میمانند. با وجود اینکه سرهنگ آرلیان و بوندیا همچنان معتقد بود و تکرار میکرد که رمدیوس خوشکله باهوشترین موجودی است که او در عمرش دیده و این حقیقت را با قدرت عجیب خود در دست انداختن همگی و در هر لحظه نشان می دهد. او را به حال خود رها کردند. رمودیوس خوشکل بیان که سلیبی بر دوشش بگذارند در صحرای تنهایی رها شد. در خوابهای بدون کابوسش، در حمامهای بی انتهایش، در غذاهای بی موقعش و در سکوت عمیق و طولانی بدون خاطرش به زندگی ادامه داد. تا بعد از ظهر روزی از روزهای ماه مارس، که فرناندا میخواست ملافه های هلندی خود را در باغ تا کند و زنهای خانه کمک خواست تازه به تا کردن ملافه پرداخته بودند که آمارانتا متوجه شد سر و پای رمدیوس خوشکله را رنگ پریدگی عجیبی فرا گرفته است از او پرسید حالت خوب نیست؟ رمدیوس خوشکله که سر ملافه را از طرف دیگر گرفته بود لبخند تره همامیزی زد و گفت برعکس هرگز حالم اینقدر خوب نبوده هنوز جمرش به پایان نرسیده بود که فرناند داهز کرد نسیم خفیفی از نور ملوفه را از دستش بیرون میکشد و آنها را در عرض و طول از هم باز میکند اما آمارانتا در تورهای زیر خود احساس لرزش مرموزی کرد و درست در لحظه ای که رمدیوس خوشگله داشت از زمین بلند می ملوفه ها را چسبید تا به زمین نیفتد ارسولا که در آن زمان تقریبا نابینا شده بود تنها کسی بود که با آرامش خیال معنی آن باد را در کرد ملوفه ها را به دست نور سپرد و در لرزش نور کور کننده ملافه ها رمدیوس خوشکل را دید که دستش را برای خداحافظی به طرف اوتکان می دهد و سوزکا و گلها را ترک می کند. همچنان که ساعت چهار بعد از ظهر به انتها می رسید، همراه ملافه ها در سپهر اعلا، جایی که حتی بلند پروازترین پرندگان خاطرات نیز به اونه می رسید، برای ابد ناپدید شد. طبیعتا بیگانگان تصور کردند که از خشکل عاقبت قربانی سرنوشت اجتناب ناپذیر ملکه زنبور اصل شده است، و خانوادهش برای افس آبروی خانوادگی داستان سعود با آسمان را اختراع کرده اند. فرناندا که از فرط غیرت سرخ شده بود مجبور شدن معجزه را تصدیق کند تا مدتها به خداوند التماس می کرده که ملافه ها را برایش پس بفرستد. خیلی ها آن معجزه را باور کردند حتی شم روشن کردند و نه شبان روز تسبیح انداختند و دعا خواندند. شاید اگر قتل عام وحشیانه آورلیانو پیش نیامده بود و وحشت جای حیرت را نگرفته بود تا مدت ها از آن معجزه صحبت می گرچه سرهنگ آورلیانو با اندیا هرگز احساس خود را به حساب پیشگویی نگذاشته بود ولی به نحوی عاقبت وخیم پسرهای خود را پیش بینی کرده بود وقتی آرولیانو سرادور و آرولیانو آرکایا در آن هر و مرج به آنجا آمدند و اظهار تمایل کردند که در ماکوندو بمانند پدرشان سعی کرد آنها را از این فکر منصرف کند در شهری که در عرض یک روز به چنان محل خطرناکی تبدیل شده بود ای برای آنها نمیدید ولی آرلیانو سنتونو و آرلیانو تریسته به پشتیبانی آرلیانوی دوم در کارخانه خود به آنها شغلی دادند. دلایل سرهنگ آرلیانو با اندیا گنگ و برخلاف تصمیم آنها بود. وقتی آقای براون را دید که سوار اولین اتومبیل یک اتومبیل کروکی نارنجی رنگ که بوغش با واقع واقعی که میکرد سکار میترساند وارد ماکندو شد جنگجوی پیر از هیجان آمیانه مردم سخت به خشم آمد و متوجه شد که مردها با زمانی که همسران و فرزندان و خود را رها می کردند و تفنگی به دوش می انداختند و به جنگ می رفتند تا چه فرق کرده پس از معاهده نرلاندیا مقامات محلی یک عده شهردار بی ارزه بودند. یک عده وکیل زینت المجالس، که از بین محافظ کاران جو و خسته مکاندو انتخاب شده بودند. سرهنگ آرولیان و با اندیا وقتی عبور پاسبانهای پا برهنه مسلح به باتون چوبی را میدید میگفت چه رژیم فلاکت بادی اون همه جنگ کردیم فقط به خاطر اینکه که نگذاریم خونه هامون را آبی رنگ بزنن. به هر حال با ورود شرکت موز مقامات محلی جای خود را به خارجیان مستبدی دادند که آقای براون همراه خود به منطقه سیم کشی شده برده بودشان تا همانطور که به قول خودشان شایستشان میدانست دور از پشه و گرما و ناراحتی های بیشمار و کمبود های شهر در آنجا زندگی کنند. آدمکش های مزدور مسلح به ساتور جای پاسبان های پیر را گرفتند. سرنگ آرلیان و با اندیاد در کارگاه دربسته خود با آن تحولات فکر میکرد و برای اولین بار در طی سالیان ساکت تنهایی خود با اطمینان کامل از اینکه ادامه ندادن جنگ تا حصول نتایج مطلوب اشتباه بزرگی بوده است خاطرش مشوش شده در آن روزها یکی از برادران سرهنگ مانیفیکو ویسپال فراموش شده نوی هفت سالی خود را به میدان برده بود تا برای او از شرق دستی هایی که نوشابه غیر الکلی می نوشابه ای بخرد. صرفا به خاطر اینکه بچه اتفاقاً به یک پاسبان خورده و نوشابه را روی اونیفرم او ریخت مرد ددمنش بچه را با ساتور قدع قطع کرد و سر پدر بزرگ او را که خود را به میان انداخته بود به یک ضربه از بدن جدا ساخت. تمام اهالی شهر ادهی را دیدم که مرد سربریده را به خانهش می بردند. زنی سر بریده او را که خون از آن می چکید به یک دست و کیسه محتوای قطعات خون جسد بچه را به دست دیگر گرفته بود. این جریان برای سرهنگ آورلیان و بو اندیا منتهای درجه کفار پس دادن بود. ناگهان حس کرد همان زجری را می کشده. که در جوانی از تماشای مرگ زنی که صرفا به خاطر اینکه سگ هاری گازش گرفته بود آنقدر کتکش زدند تا مرد به گروه مردمی که در مقابل خانه ایستاده بودند نگاهی انداخت و به صدای بلند سابقش که در اثر نفرت از خود قوت بیشتری گرفته بود بار تنفری را که بیش از آن قادر به تحملش نبود بر آنها خالی کرد فریاد زد یکی از همین روزا پسرم رو مسلح میکنم تا جونمون از شر این خارجی های کسافت خلاص کنند در عرض همان هفته در نقاط مختلف ساحل جنایتکارانی نامرئی هفده پسر او را مثل خرگوش گرفتند و به وسط سلیب های خاکستری روی پیشانی آنها شلیک کردند آورلیانو و تریسته ساعت هفت شب همراه مادرش از خانه خارج میشد که گلوله تفنگی از میان تاریکی وسط پیشانیش را سوراخ کرده. آورلیانو سنتورا در ننوعی یافتند که معمولا در کارخانه میبست. یک یخ شکن تا دسته تا وسط ابروانش فرو رفته بود. آورلیانو سرادور پس از که دوست دختر خود را به سینما برده و او را به خانه والدینش رساند و داشت از میان خیابان روشن تورکا میگذشت یک نفر که هرگز هویتش معلوم نشد از میان جمعیت با تپانچه به او شلیک کرد جسدش به درون دیگی از روغن جوشان سرنگون شد چند دقیقه بعد یک نفر در اتاقی را زد که آرلیان و آرکایا با زنی در آن خلوت کرده بود به او فریاد زد عجل کن دارم برادرتو میکشن. زنی که با آرلیان و آرکایا بود بعدا تعریف کرد که او از تخت بیرون بریده بود و در را باز کرده بود و جلو در مغزش با که چند گلوله متلاشی شده بود در آن شب مرگبار همچنان که خانه برای ازاداری آن چهار جسد آماده میشد فرناندا مانند زن دیوانه ای در شهر به دنبال آرلیانوی دوم می ولی پترا کوتس به تصور اینکه این قتل آن مربوط به کسانی است که اسم سرهنگ رویشان است آرلیانوی دوم را در گنج پنهان کرده بود تا روز چهارم حاضر نمیشه دور از گنج بیرون بیاورد روزی که تلگراف های رسیده از نقاط مختلف ساحلی آشکار ساخت که خشم آن دشمن نامرئی فقط متوجه برادرانی بوده است که با سلیب خاکستر علامت گذاری شده بود آمارانتا دفترچه ای را که مشخصات برادرزاده های خود را در آن نوشته بود بیرون کشید و همانطور که تلگرام ها می رسید روی اسامی خط می کشید تا اینکه فقط اسم بزرگترین آنها باقی ماند او را به خوبی به خاطر می آوردند چون پوست تیرش با چشمان سبز رنگش تزاد عجیبی داشت اسمش آورلیان و آمادور و شغلش نجاری بود در دهکت ای پنهان در دامنه تپه میزی است پس از دو هفته انتظار جهت تلگرامی که خبر مرگ او را بیاورد آورلیانوی دوم به تصور اینکه او از خطری که زندگیش را تهدید می کند بی اطلاع است قاصدی به نزدش فرستاد تا خبردارش کند قاصد بازگشت و اطلاع داد که جان آورلیانو آمادور در امان است شب قتل عام دو مرد به خانه او رفته بودند و با تپانچه هایشان به او شلی کرده بودند ولی گلوله ها به صلیب خاکستر ثابت نکرده بود. آرلیان آمادور خود را از روی دیوار حیات بیرون انداخته بود و در جاده های پرپیچ و خم کوهستان که آن را به خاطر آشنایی و رفاقت با سرخ پوستانی که از آنها چوب می خرید و مثل کف دست خود می شناخت ناپدید گردید و دیگر از او خبری نشد. آن روزها برای سرهنگ اورلیانو و بوئندیا روزهای سیاهی بود. رئیس جمهور برای او تلگرام تصدیتی فرستاد که قول میداد در این مورد بازجویی دقیقی به عمل آورد و ضمنا از مردگان تجلیل کرده بود. به دستور رئیس جمهور شهردار در مراسم تشییع جنازه حاضر شد و چهار حلقه گل همراه آورد که خیال داشت روی تابوت ها بگذارد ولی سرهنگ او را توی خیابان انداخت پس از مراسم تدفین شخصا تلگرامی برای رئیس جمهور تهیه کرد که چنان اهانت آمیز بود که تلگرافچی از مخابره آن سرپیچید سرهنگ دوشنام بیشتری به متن تلگرام افزود و آن را در پاکت گذاشت و پست کرد همانطور که در مرگ همسرش پیش آمده بود و همانطور که در طول جنگ چندین بار برای مرگ بهترین دوستانش اتفاق افتاده بود احساس غم و اندوه نکرد بلکه سر و پایش را خشمی کور بدون هدف معین و نوعی حس ناتوانی فرا گرفت حتی پدر روحانی آنتونیو ایزابل را به هم دستی با جنایتکاران متهم کرده چرا که پسرانش را با خاکستری علامت گذاری کرده بود که پاک نمی شد تا دشمنان او بتوانند آنها را در همه جا بشناسند کشیش فرسوده که دیگر قادر نبود رشته افکار خود را به هم پیوند دهد و معتقدین را با موعظه های مزخرف خود از بالای محراب می ترسند. یک روز بعد از ظهر با ظرفی که آن روز چهارشنبه در آن خاکستر درست کرده بود به خانی آنها آمده و خیال داشت برای اثبات اینکه آن خاکستر پاک شدنی است، پیشانی تمام افراد خانواده را با آن خاکستر روغن مالی کند ولی وحشت آن زایعه چنان در دل همه جای گزین شده بود که حتی فرناندا نیز نگذاشت کشیش خاکستر را رویش بیازماید و بعد از آن دیگر هیچ کس از افراد خانواده با اندیا در چهارشنبه خاکستر جلو محراب زانو نزد. سرهنگ آرولیان بو اندیا تا مدت ها موفق نشد آرامش خود را به دست بیاورد. از ساختن ماهی های کوچک طلایی دست کشیده بود و غذا کم میخورد و در حالی که پتوی خود را به دنبال میکشید مثل خواب گرد ها راه میرفت. خشم ساکت خود را فرو میخورد و در خانه می گشت. در عرض سه ماه موهای سرش تماما خاکستری شد و سیبیل چخماقی قدیم روی لبهای بیرنگش فرو افتاد در عوض چشمانش بار دیگر به دو قطع زغال گداخته تبدیل شد چشمانی که وقتی به دنیا آمده بود اطرافیانش را ترسانده بود و زمانی با یک نگاه ساده سندلی ها را در جات کنده داده بود در بهبوه یه خشم و خروشی بیهوده سعی داشت حس پیشگویی را در خود تحریک کند حسی که جوانی او را آنچنان در جاده های خطرناک به سرزمین متروک و لمی از افتخار کشنده بود از بین رفته بود او در خانه ای قریبه که هیچ چیز و هیچ کس جز ترین علاقه ای در قلبش بر نمی گم شده بود یک باد به دنبال اثری از گذشته قبل از جنگ در اتاق ملکیاد را شد ولی در آنجا فقط خاک روبه و انبوه زباله ای را یافت که در طول سالها روی هم انباشته شده بود روی جلد کتاب ها که دیگر کسی آنها را نخوانده بود و روی مکاتیب پوستی کهنه که در اثر رطوبت از بین می رفتند. گل کبود رنگی رویده بود و از هوای اتاقی که زمانی پاکترین و روشنترین قسمت خانه بود بوی تحمل ناپذیر خاطرات گندیده به مشام می رسید یک روز صبح ارسولا را دید که زیر درخت بلود روی زانوی شوهر مردش اشک می ریزد. از میان اهالی خانه سرهنگ آرولیان و بو اندیا تنها کسی بود که هنوز آن پیر مرد پر قدرت را نمیدید. پنجاه سال زندگی در هوای آزاد او را روی خود خم کرده بود. ارسلا به او گفت به پدرت سلام کن. او برای لحظه ای در مقابل درخت بلود توقف کرد و بار دیگر متوجه شد که حتی آن فضای خالی نیز علاقه ای را در قلبش برنمی انگیزد. از ارسولا پرسید چی میگه؟ ارسولا جواب داد غمگینه چون فکر میکنه تو به زودی خواهی مرد. سرهنگ لبخند زنان گفت با اون بگو انسان موقعی میمیره که بتونه بمیره نه موقعی که باید بمیره. پیشبینی پدر مردش خاکستری را که روی آخرین غرور قلبش باقی مانده بود کنار زد. گرچه او آن را به حساب یک نیروی ناگاهانی گذاشت به اورسولا حمله ور شد تا برایش فاش کند سکه های طلایی را که در مجسمه گچی حضرت یوسف یافته بود در کجا یه حیات خاک کرده است اورسولا با اراده ای راسخ که از تجربه ای قدیمی به او الهام شده بود گفت هرگز نخواهی فهمید و افزود یک روز صاحب اون گنج پیدا میشه و فقط خود اون خواهد تونست اون رو از زیر خاک بیرون بیاره. هیچ کس نمی فهمید. چرا مردی که همیشه انقدر سخاوتمند بود ناگاهان با آن نگرانی آرزوی پول می کند. آن هم نه مبلغی ناچیز برای حل مسئله ضروری بلکه ثروتی آنچنان دیوانه کننده که فقط ذکر رقم آن دهان آورلیانوی دوم را از تعجب باز نگه داشته بود. وقتی سرهنگ آرلیان و با اندیا برای تقاضای کمک به نظر رفقای قدیمی حزب رفت همگی پنهان شدند تا او را نپذیرند در آن دوره بود که شنید میگویند تنها تفاوت فعلی بین آزادیخواهان و محافظهکاران اینه که آزادیخواهان به نماز پنج شنبه میرند و محافظهکاران به نماز ساعت هشت به هر حال آنقدر در لجبازی خود پافشرد و آنقدر التماس و الها کرده و آنقدر غرور خود را در هم شکست و آنقدر به این در و آن در زد و با زکاوتی زود گذر و استقامتی بیرحمانه خود را به هر طرف کشاند تا بالاخره پس از هشت ماه موفق شد بیش از پولی که ارسولا زیر خاک پنهان کرده بود پول جمع کند آن وقت به دیدن سرهنگ خرولیند و مارکز افلیج رفت تا از او بخواهد که در آغاز یک جنگ همگانی به او کمک کند در واقع در آن زمان سرهنگ خرولیندو مارکز تنها کسی بود که میتوانست حتی از روی صندلی چرخدارش سلسله پوسیده انقلاب را به جنباند پس از معاهده نئرلاندیا همانطور که سرهنگ آرلیان و بوئندیا به ماهی های کوچک طلایی خود پناه برده بود او با افسران انقلابی که از زمان شکست به او وفادار باقی مانده بودند در تماس بود همراه آنها به جنگ غمانگیز خفت کشیدن های روزانه التماس ها و شکفه ها به جنگ فردا مراجعت کنید ها دیگر چیزی باقی نمانده ها و داریم پرونده شما را به دقت مطالعه می کنیم ها رفته بود به جنگی که آن را نومیدانه در برابر با تقدیم احترامات فاقه های بیشماری که میبایست زیر ورقه حقوق بازنشستگی تا آخر عمر امضا میکرد و هرگز نکرد باخته بود جنگ دیگر آن جنگ خونین بیس ساله به اندازه آن جنگ جانگداز تفره های ابدی به آنها لطمه نزده بود حتی سرهنگ خارلیند و مارکز که از سه سوء قصد جان سالم به در برده بود و پنج بار زخمی شده و از نبردهای بیشمار زنده بیرون آمد تسلیم حمله شدید آن انتظار شد و در شکست ناعلاج سنین پیری فرو رفت و در میان لکه های نور الماسگون یک خانه استیجاری همچنان به آمارانتا فکر کرد. خبری که از جنگجویان پیر به دست آورد عکس آنها بود که در روزنامه چاپ شده بود سرهای خود را با وقاحت در کنار رئیس جمهوری ناشناس بالا گرفته بودند رئیس جمهوری که داشت با آنها دکمه با تصویر خود هدیه می کرده تا به یقه خود بزنند و یک پرچم کثیف از خون و خاک تا روی تابوت خود بیندازند دیگران که هنوز غرور برایشان باقی مانده بود در سایه دلسوزی همگانی همچنان که از گرسنگی رو به مرگ بودند خشم و غضب خود را فرو میخوردند و در سنین پیری در لجن فریبنده افتخار میگندیدند و هنوز در انتظار نامه‌ای بودند از این رو وقتی سرهنگ و بو اندیا او را به جنگی دعوت کرد که می بایستی اثر رژیم منحرف و مفتزهی را که به پشتیبانی یک خارجی روی کار آمده بود از روی زمین محو کند. سرهنگ خرینلو مارکز نتوانست از لرزشی رقتانگیز انگیز خودداری کند. آهی کشید و گفت آرولیانو می دونستم که پیر شدی. ولی حالا میفهمم که خیلی پیرتر از اون هستی که به نظر آیی.